عرض کنم حضورتون که نکته ای که هست اینه که معمولا گفته میشه که این دیسکورس، این گفتمانی بوده که مخالفین رژیم ساخته شدن. من داشتم تو این سه جلسه نشون بدم که دقیقا در داخل خود رژیم شاه دیسکورسی که درست میشد و مجموعه فعالیت هایی که میشد زمین ساز بود، همین فعالیت های ضد بهاییت. در تاریخ ما به بهایی ها بسیار ظلم شده، الان هم جمهوری اسلامی مضاعف داره به بهایی ها ظلم میکنه، ولی من مستنداش تو جلسه قبلی، نه جلسه دیگه، جلسه هفته گذشته نشون دادم که در زمان شما موقعی که آیت الله بروجردی آقای فلسفه اینا کار کرد، شاه کاملا با اونا همکاری کرد، رئیس ستاد مشترک ارتشیشو فرستاد، فرماندار نظامی تهرانو فرستاد، کاملا اسناد سابقه من جلسه پیش اینجا خوندم. خب یک کاری بوده، یک مجموعه فعالیت هایی داشته صورت می گرفته که این مجموعه فعالیت تا آقای فلسفی مرتب به نمایندگی از مراجع تقلید با شاه ملاقات میکرده. موقعی که آقای فلسفی داشته میرفته فلان شهر سخنرانی بکنه، ساواک از مرکز دستور میداده به ساواک اون شهر که آقا با ایشون همکاری بکنید، کمکش بکنید، سخنرانیش هم متن کاملش در روزنامه چاپ بکنید. در رادیو میوردن افراد مذهبی رو صحبت میکردن. موقعی که شاه دانشگاه معقول و منقول، دانشگاه الهیات بعدی رو میسازه، در اونجا شما ببینید چه کسانی تدریس میکردن و چه کسانی درس میخوندن. نزدیکترین یاران آقای خمینی بودن. مدرسان اونجا بوده آیت الله مطهری که عضو شورای انقلاب بود، مهمترین شاگرد آقای خمینی بود، آیت الله مفتح که همون اول انقلاب ترور شد، و بعد شما میبینید که اونجا آقای کروبی که الان تو زندانه، تو همون دانشگاه درس خونده همون زمان شاه، آقای ناطق نوری که الان منزوی رئیس مجلس بود تو همون دانشگاه درس خونده. بعد رژیم شاه میخواد بده کتابای دینی بنویسه، کتابای دینیشو بده کی بنویسه؟ کتابای دینی رژیم شاه رو شاه داده کی نوشته؟ آقای مطهری نوشته، آقای باهنر نوشته که نخست وزیر بوده، رئیس جمهور بوده تو جمهوری اسلامی، و بهشتی نوشته. خب شما مجموعه اینا رو من تو این سه جلسه گزارش کردم، یعنی شما ترکیب اینا رو ببینید. اما مهمتر در این حال همین روحانیت اون ضدیت با مدرنیته رو تو نوشتار اینا نمیبینید، چون بلد نبوده بودن، چون اصلا نخونده بودن اینا رو. این نگاه به غرب تو نوشته های مطهری، مفتح، بهشتی اینا وجود نداره. این نگاهی بود که دکتر سید حسین نصر که همین امروز یکی از بزرگترین نمادهای اسلام سنتگرا تو دنیای موجود، الان سمبل و نماد اسلام سنتگرا آقای دکتر سید حسین نصر که تو واشنگتن اقامت دارن، ایشون بودش که این حرفا رو میزد. تو کجا میزد؟ تو تلویزیون شام میگفتش، تو روزنامه رستاخیز شام میگفت، آقای احسان عراقی میگفت. همه اینا یه دفعه اومده بودن تو اون سالا تو دهه 50 میگفتن که غرب در پایان خودش، غرب داره نابود میشه، غرب گرفتار بحرانه و تنها چیزی هم که میتونه ما رو نجات بده اسلامه. خب شما میتونید، آیا براتون قابل قبولی که بگیم شاه نمیفهمیده، ملکه نمیفهمیده، ساواک هم نمیفهمیده اینا چی میگن؟ به یه همچین آدمایی که یه همچین دیدگاهی رو داشتن تبلیغ میکردن، شاه میاره اینو میکنه رئیس دانشگاه آریامه، بعد میکننش رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه، بعد میکننش رئیس رهبر شهبانو فرح، و بعدم با شهبانو میره تو ملاقات میکنه با آیت الله خویی تو نجف، و شاه دفاع میکنه. شما کتاب پاسخ به تاریخ، من تو جلسه اول 19 تا نکته از اونجا درآوردم، گفتم شاه دقیقا از این دیدگاه ها دفاع میکنه. شاه نکاتی راجع به خودش گفته بارها تو طول زندگی که من 6 موردش اونجا آوردم، که حضرت عباس منو نجات داد، حضرت علی منو نجات داد، امام رضا منو نجات داد، امام زمان دیدم. این نکات رو امروز اگه یه آخون بگه، آیت الله خمینی هم بگه، ما مسخرهش میکنن نسل جوان الان، یعنی مخالفین جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای الان بیاد بگه من با امام زمان ملاقات کردم، مسخرهش میکنن. ولی اینا رو شاه گفته، نه یک بار، 10 بار گفته، تو کتاب پاسخ به تاریخ گفته، تو مصاحبه با اوریانافالوجی گفته. و بعد اوریانافالوجی تعجب میکنه تو اون گفته بود که میگه اینجا اعلی حضرت، یعنی تعجب میکنه از این حرفایی که شاه میزنه. شما نمیتونید بگید شاه داشته دروغ میگفته. شاه موقعی که کتاب پاسخ به تاریخ رو نوشته، پاسخ به تاریخ، شاه از قبل میدونسته بیماری سرطان داره، هیچ که نمیدونسته. ولی پس از انقلاب که شاه اومده خارج و انقلاب صورت گرفته، رژیم شاه سرنگون شده، دیگه همه فهمیده بودن که شاه سرطان داره، دیگه در حال مرگ، خودش هم براش دیگه قطعی شده بوده. در اون زمان در کتاب پاسخ به تاریخ دوباره شاه تمام این نکات رو به دقت گفته، تمام تک تک اینا رو گفته، و بعدم میگه اینا رویاهای منه، اینا معجزات منه، من این دیدارها رو کردم، اینا واقعیت داره، بارها و بارها اینا به من نجات دادن، ائمه شیعیان من نجات دادن. و
از قبل، از 3 ماه قبل، از 4 ماه قبل خداوند یه جوری از طریق پیشاگاهی به من میفهمون که قراره تو ایران چه اتفاقاتی بیفته. خب این تصویر شاه، این تصویری که شاه خودش از خودش میده، چطور میشه ما اینا رو نبینیم و تاریخ رو تحریف بکنیم؟ حرف من اینه که واقعیت ها رو ببینیم، سیاسفید نکنیم، همون جوری که رژیم شاه بوده همون تصویر واقعی رو ازش بدیم. کار ما به عنوان یک روشن فکر، کار ما به عنوان یک محقق، این که یک نگاه تا اونجایی که میتونیم بی‌طرفانه داشته باشیم، نه تبلیغاتی، بخوایم با تبلیغات اون چیزی که خودمون بدمون میاد، مثلا تو جمهوری اسلامی روحانیت طرف میگن اسلام همونی که ما میگیم، پس رژیم شاه ضد اسلام بوده. این طرف دیگه یه میگن اسلام تمام بدیهای عالم از اسلامه، حالا ما طرفدار شاه و رضا شاه هستیم، پس بگیم اینا ضد اسلام بودن. نه، این واقعیت نداره. اسلام همونطور که جناب آقای دکتر هولای کویی گفتن، هر چون هر دین دیگه انواع و اقسام قرائت ها و تفسیر ها داره. شاه تفسیری که از اسلام میکردن براش، خصوصا اون تفسیری که هانری کوربن میکردش و آقای دکتر سید حسین نصر میکرد، یک نوع تفسیر اخلاقی عرفانیه که من تو اون جلسات شرحش دادم. عذر میخوام زیاد صحبت کردم. اضافه مطلبی که جناب گنجی بهش اشاره فرمودن، صدا خرابه، اتاق فرمان، نمیدونم مشکل چیه. بله، امیدوارم الان عرض کنم که مطلبی که فرمودن بسیار درسته. من خاطرم هست که چون درس میدادم در دانشگاه، هم رفتار جمعی، هم یه مقدار بحثایی درباره متدولوژی تاریخی، من اتفاقا عنوان یک سمینار یا کنفرانسم رو چون تنها بود اسمش گذاشته بودم انحطاط مغرب زمین. هدف منم طرح کتاب انحطاط مغرب زمین اسوالد شپینگلر بود که فکر کنم 1918 نوشته بود، و بعدش نظریه پیتچم سوروکین که دکتر ناصرالدین صاحب زمانی در کتاب خداوند دو کعبه بهش اشاره میکنه، کسی که منشی لنین بود و بعدا استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود، و بعد آرنولد توینبی که به عنوان پیغمبر تاریخ بهش اشاره میکنه. هر سه اینها باورشون در یه زمینه مشترک بود که انحطاط مغرب زمینه، یعنی آنچه که در مغرب داره اتفاق میفته مغرب. ولی یک نکته رو این دوستان در اونجا اشاره نمیکردن که بر اساس چه نظریه شپینگلر، چه سوروکین و چه بر اساس مثلا نظریات توینبی که به 22 تمدن یا 17 تمدنی که به کمالیست اشاره کرد، معتقد بود همه تمدن ها مردند، تنها تمدن باقی مانده تمدن در حقیقت غربی است که او در حال مرگ و بنابراین ما منتظر زایش تمدن تازه باید باشیم. اشکال کاری که در ایران وجود داشت و در میان روشنفکران وجود داشت که من در جلسات مختلفشون بودم، این بود که به این کتاب ها یا مطالب دیگر اشاره میکردن برای انحطاط مغرب زمین و در حال از میان رفتن مغرب زمین، ولی به این نکته اشاره نمیکردن که هیچ چیز دیگه که همکنون در جهان اصلا زنده نیست که با مسئله انحطاط روبرو باشه. یعنی فرض بر این بود که فرض کنین تمدن چینی یا تمدن، حالا نمیخوام به کس، با یونانی تمدن مرده است، تمدن ایران تمدن مرده است، یعنی اینا از پا در اومدن، اینا دیگه مربوطن به گذشته و در نتیجه یه فرهنگ یا کالچر تازه و یه تمدن یا سیویلیزیشن تازه میخوایم. و شما اینو نه هم در افکار سوروکین هم در افکار شپینگلر، ولی به تفصیلی که در اون کتاب استدی آف هیستری توینبی که 10,000 صفحه است در 12 جلد، شاید بشه گفت 2 جلدش اختصاص داره به گفتگویی که همه اونا رفتن و این آمده. بازی که در اینجا اونجا صورت میگیره و جناب گنجی به درستی بهش اشاره میکنن این بود که موافقین شاه و مخالفین شاه و کسانی که کنار بودند و نبودند و همه باورها در این جهت که تمدن غربی در حال از همپاشیدگی است رو حرف میزدن، ولی اشاره نمیکردن که چیز دیگه‌ای نداریم، پس یه تمدن تازه‌ای باید با یه فرهنگ تازه‌ای زاده بشه. این موضوع رو دوستان چپ ما خیلی خیلی بیشتر به 2 دلیل میپسندیدن. یکی این که تمدن غرب رو متوجه نبودن که پایه تمدن مارکسیستی و در حقیقت کپیتالیستی هر دوتا متریالیست دیالکتیک، حالا به نوعای متفاوت، پس اون تمدن هم در حال سقوط، یعنی تمدن مارکسیستی و فرهنگ و تمدن که تازه به وجود آمده اون هم در حال از میان رفتنه، به اون اشاره نمی‌کردن. دوم چون این موضوع جنگ ما ایرانیان رو و یا اصولا سیستم سیاسی اقتصادی رو با امپریالیسم غرب به نوعی تایید میکرد، بسیار طبیعی بود که دیگه شما با یه هجومی روبرو بودید که به راحتی میتونم عرض کنم در یه دانشگاهی مثل دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اکثریت استادان، حالا دانشجویان به کنار، اکثریت استادان به هر حال به گونه هایی از این افکار و عقاید معتقد بودن که شما یه آدمی مثل من خودشو بسیار بسیار تنها میدید. یعنی تصور من این بود که اون باور من این بود که آنچه که داره در ایران صورت میگیره یه انقلابه و این انقلاب یه انقلاب ایدئولوژیکه و این انقلاب یه انقلاب مذهبی است و ابدا درش تردید نداشتم. نوشته های من هست و همینجوری خودم چون فکر کردم برای مناسب شاید برخی از آدم شد، دو سال قبل از انقلاب از ایران خارج شدم، برای که تصور من این بود که در اون مسیر حرکت میکنه و ماجراهای دیگری که انقلاب آمدند و عرض کنم هایجک کردند و بردند و اینها نشون دهنده این است که از یه طرف متوجه نبودیم اون ساخت و زیربنایی که داشت خودش رو آماده میکرد برای یه جایگزینی از کجا شروع شده و نه حتی متوجه روبنا بودیم که آشکار شما به راحتی میتونستید ببینید که چه خبر هست، یعنی چگونه از چپ چپ گرفته تا راست راست یا میانه همه به نوعی با این نگاه مذهبی و یا یه نوع مماشات و همکاری با گروه های مذهبی و از جانب دیگه مخالفت با امپریالیسم امریکا که به دلایل بسیاری داشت از ماجرای 28 مرداد گرفته تا بقیه حوادث همه و همه ما رو به اون سمت و سو می بردن. بنابراین یک به اصطلاح پرفکت استورم، یک شرایط کاملی به وجود آمده بود و به همین جهت بود که آنچه که در ایران اتفاق افتاد یه انقلاب بود، چون یه دی با این لغت مسئله دارم، واقعا انقلاب بود و موضوع دیگه‌اش این بود که بعد از انقلاب به نظر من اگر بخوایم واقع‌بین باشیم بیش از 90% مردم به دلیلی که به هر کدام از این گروه‌ها تعلق داشتن با این کار موافق بودن، پشتیبان مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان آنچه که اتفاق افتاده بود بودن. متشکرم آقای گنجی.